سلام خوش اومدید به قسمت 25 از دوره طراحی سایت با HTML من محمد رضا مهاجری از کانال نیکول خوشحالم که امروز هم در شما هستم امیدوارم که روز خوب و پر رو سپری کرده باشید امروز قرار استش که با متا های دیگری آشنا بشیم دوتا تا متا تک قرار استش که تو اینجا جلسه با هم آشنا بشیم و بعد از اون احتمالا یک قسمتی هم یک صفت از در واقع میشه گفتش که تگ مارکیو باقی مونده بود که لازم دونستم اون رو هم به شما ایزام بگم البته صفت کوچیکی است و زیاد نیاز به توضیح نداره قبل اینکه به سراغ آموزش خوشحال میشم که کانالمون رو هم سابسکرایب کنید ویدیو رو در انتها لایک کنید البته اگه خوشتون اومد و نظرات و سوالاتتون رو خوشحال میشم که برام تو قسمت کامنت ها بنویسید بی معطلی بریم سراغ آموزش خب من نرم افزار دیریمم رو وا کردم این کار قبلی بود که با هم انجام دادیم یک ورک جدید می سازم با عنوان ورک 20 و این رو کریت می و در نه هایی که قبل داشتم قرارش میدم در اضافه این متاتک ها ما با چهار تا متاتک آشنا شدیم چرست رو گفتیم نیم رو گفتیم که صفت در واقع ولیو دیسکریپشن رو میگیره اینجا ولیو آرتور و اینجا هم ویوپورت که گفتیم که ویوپورت مربوط به رسپانسیف سازی صفحه هستش و نیاز هستش که شما یک خط کد رو بنویسید و نشون بدید که وبسایت شما قابلیت رسپانسیف پشتیبانی میکنه متا تگ نیم آرتور رو گفتیم که گفتیم که آتور همون در واقع میشه گفتش که نویسنده سفر شما میتونید باش مشخص کنید که تو قسمت کانتنت اسم نویسنده سفر رو قرار میدید و متا تگ دیسکریپشن که صفت نیم داره و ولیو دیسکریپشن گفتیم که تو کانتنت شما متنی که در واقع در گوگل نمایش میده برای مثلا من الان اینجا طرح ای سایت رو بنویسم این قسمت این متنی که این پایین میبینید مربوط به در واقع متاتگ دیسکریپشن هستش که با استفاده از این متاتگ ایجاد شده اینجا هم گفتیم که چرست رو هم که وسط اتوماتیک خودش ایجاد میکنه اگه با نرم کار کرده باشید که نشون دهنده یونیکد در واقع یوتیف 8 هستش که یک استاندارد میشه گفتش که همگانی است و همه اعداد و حروف و لغات و هر کلمه که روی کیبورد هست و هر شکل و هر در واقع میشه گفتش که هر حروف و هر عددی که روی کیبورد میبونید به صورت خلاصه یک یونیکود داره یک عدد منحصر به فرد داره که طبقا یک استانداردی تعریف شده خب بریم با متاتک های بعدی آشنا بشیم من توی جلسه قبلم هم همین فایل رو کپی میکنم و میخوام که از همین فایل استفاده کنم و به نوعی دیگه نمیخوام مجازا اینها رو بنویسم خب این فایلی بود که جلسه قبل با هم کار کردیم بریم حالا ادامش رو ببینیم که به چه صورتی هستش من ابتدا یادم رفته بود تو جلسه قبل تگ تایتل رو بنویسم تگ تایتل هم جزو تگ های متا حساب میشه که مربوط به روی او خیلی تاثیر داره پس تایتل رو هم حتما استفاده کنیم که من جلسه پیش متاسفانه یادم رفته بود که تایتل استفاده کنم چون یادتون باشه با استفاده از نرم افزار براکت کد زدیم پس این تایتل رو من همون ورک 19 قرار میدم حتما درون در صفحات HTML از تگ تایتل استفاده کنید کلا متا تگ ها میشه گفتش که تگ تایتل رو شامل میشه دست تگ های متا رو شامل میشه و تگ های هدینگ که همون h1 تا h6 بود اونها هم موارد مهمی از بخش متا ها هستن که روی در واقع میشه گفتش که معرفی سایت و روی سئو مخصوصا سئو خیلی عمل کرده مفیدی رو ایفا میکنن خب بریم با متا تگ بعدی آشنا بشیم من یک تگ متا وارد میکنم یک لغتی داریم به نام HTTP ایکوایف وقتی که شما این رو بنویسید یک دستوری داریم به نام رفرش من اگر رفرش رو استفاده کنم و بیام بعدش از صفت کانتنت استفاده کنم یک عددی رو اینجا وارد میکنم مثلا عدد پنج بریم ببینیم, ببینیم که چه اتفاقی میفته در صفحه من خب من ورک بیستم رو وا میکنم ببینم که چه تغییر رو صفحه من اعمال شده اگر دقت کنید میبینید بعد از پنج ثانیه به صورت اتوماتیک خود سفر رو رفرش میکنه میبینید الان شاید رفرش به چشم شما نیاد چون مواردی اینجا وجود نداره حالا من اینجا اگه دقت کنید اینجا میبینید که رفرش داره صورت میگیره و هر پنج ثانیه یک بار به صورت اتوماتیک خود سفر رو رفرش میکنه الان اگه من این رو مثلا حالا بذارید چند تا بنویسم مت که این بیاد پایین فکر کنم چون صفحه رفرش بشه دوباره مجددا برمیگرده به بالای صفحه بذارید من از این تگ پی چند تا کپی بگیرم خب یه چند تا هم مجددا بیار بزنم بینشون که اینها با هم فاصله داشته باشن و ببینیم که موقع که رفرش میشه شما بتونید بهتر متوجه بشید البته فکر کنم متوجه شدید ولی خب حالا بذارید چند تا بیار هم من اینجا استفاده کنم حالا این کار اصولی نیست ولی خب استفاده می کنیم که ببینیم به چه نحوی است ببینید الان من میشه گفتش که سفر رفرش نکرد و خودش اتوماتیک رفرش کرد و این موارد رو برای من نمایش داد ببینید الان اگر من یک پی دیگه هم اینجا وارد کنم به مثل اینکه وارد کنم خودش اتوماتیک رفرش رو انجام میده الان من این رو کپی میکنم و در انتها قرار میدم ببینید خودش با رفرش کردن میاد و این رو ایجاد میکنه پس یاد گرفتیم که شما با استفاده از متا تگ در واقع با استفاده HTTP equal میتونید با استفاده رفرش بیاد و یک محتوا رو بهش بدید و بگید که بعد از 5 اینجا ثانیه در واقع مقدار میگیره بگید که بعد از 5 ثانیه بیا و در واقع صفحه من رو رفرش کن و تازه سازش رو انجام بده اما این متا تگ HTTP کوای یک قابلیت دیگر رو هم داره که میتونید با استفاده از اون صفحه که کاربر قرار داره درونش که همین صفحه است رو به یک صفحه دیگه منتقل کنید به یک صفحه دیگه لینک کنید چجوری میتونید این کار رو انجام بدید مثلا من میخوام بهش بگم در واقع راقب... وقتی که کاربر اومد و چنین بسته شد بذارید من گوگل رو وا کنم خب میخوام به کاربر بگم که وقتی که زمانی که من اومدم و در واقع وبسایت رو برام لود شد من رو به یک صفحه دیگه منتقل کن این کاربردش چی هستش شما در نظر بگیرید که یک وبسایتی آدرسش رو منتقل کرده و برای اینکه کاربران رو منتقل کنه به آدرس جدیدش میاد میتونه بیاد از این متاتگ استفاده کنه یک متنی رو قرار بده در صفحه بگه که تا ثانیه دیگر شما به وبسایت اصلی منتقل خواهید شد فکر کنم اینها رو در واقع نمونه این رو تو وبسایت دیجی کالا اگه اون سیستم های فروش که همکاری در فروش دیجی کالا هستن رو اون دوستانی که این سیستم رو استفاده میکنن اگر رو لینک اونها کلیک کنید یک همچین شرایطی رو میبینید که بعد از یک یا دو سه ثانیه سا شما منتقل میشید به صفحه محصول در دیجی برای اینکه من این کار رو انجام بدم باید چیکار کنم عدد پنج رو می نویسم اینجا خب مشخصه دیگه من میخوام بگم که مثلا پنج ثانیه زیاده مثلا دو ثانیه بعد از اینکه کاربر وارد وبسایت سایت من شد اون رو منتقل کنه به یک صفحه دیگه یک سیمی کالن قرار میدم و اینجا می نویسم URL URL رو ترجیح هم به صورت بزرگ بنویسید و یک مساوی قرار بدید و حالا بیاید آدرس وبسایتی که میخواید بهش منتقل بکنه کاربر رو بدید مثلا من وارد سایت گیم فا میشم آدرس سایت گیم فا رو کپی میکنم و اینجا قرار میدم حتما توجه داشته باشید که یو که وارد میکنید رو با اچ تی بنویسید چون اگر بیاد این رو پاک کنید و یا این رو به سطح خالی بنویسید مسلما اجرا نمیشه خب بریم نتیجه رو ببینیم به چه نحوی شد خب میبینید بعد از پنج ثانیه من رو به سایت گیمفا منتقل کرد الان یک بار دیگه اگر من بیام و این صفحه رو واکنم ببینید ورک بیستم رو واکنم این وبسایت رو برای من نمایش میده و بعد از پنج ثانیه من رو منتقل میکنه به وبسایت گیمفا به همین راحتی بعد از دو ثانیه اسخای میکنم الان گیم رو من 5 قرار بدم و یک بار رفرش کنم بذارید بریم تو ورک 20 خب الان بعد از 5 ثانیه من رو به ویب سایت گیم فا منتقل میکنه بعد میبینید که به این صورت میتونید به وبسایت گیم فا در واقع برید و وارد وبسایت گیم فا بشید خب بریم تگ بعدی رو معرفی کنیم به تا تگ بعدی که آخرین متاتکی است که میخوام بهتون معرفی کنم متاتگ های زیادی وجود دارن ولی خب خیلی از متاتگ ها استفاده نمیشن و تو HTML5 هم دیگه توصیه شده که ازشون استفاده نشه ولی خب میتونید لیست کامل متاتگ ها رو در نه وبسایت W3 School ببینید ولی خب متاتگ های اصلی رو ما گفتیم و وبسایت دیگه هم تقریبا از همین ها استفاده و متاتک های دیگه استفاده نمی کنن متاتگ بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم یک متاتگی هستش که شما به صفت نیم رو بهش میدید و مقدارش رو کیوردز قرار میدید کیوردز یعنی چی؟ ببینید من میام الان داخل گوگل طراحی سایت رو سرچ میکنم وبسایت هایی که بالا میاد در واقع کلید واژه طراحی سایت رو درون سایتشون قرار دادن و گفتن که زمانی که کاربر در واقع میشه گفتش که سرچ کرد طراحی سایت تو بیا صفحه گوگل من رو نمایش بده پس شما با استفاده از ها میتونید بیاید کلمات مرتبط با وبسایت خودتون رو به گوگل شناسایی کنید و یعنی بشناسونید که بگید که وبسایت من محتواش به اینها در واقع ربط داره و زمانی که در واقع کاربران اومدم و این کلمات رو سرچ کردم وبسایت شما نمایش میده ولی خب به این صورت نیستش که مثلا الان من طراحی رو بنویسم تو این صفحه اول گوگل نشون بده این بستگی داره به میشه گفتش که سه او سایت که همون مربوط به بهینه سازی و شامل موارد خیلی زیادی میشه پس اینها هم توجه بهش داشته باشید الان تگ بعدی که در واقع نیم رو نوشیم کیبورد رو هم قرار دادیم برای اینکه کلمات مرتبط رو بخواید بنویسید شما باید بیاید یک صفتی هست به نام صفت کانتنت که اینجا هم اکثر متتک ها این کانتنت رو میگیرند درون کانتنت بیاد کلمات مرتبط با وبسایت خودتون رو قرار بدید مثلا من اینجا طراحی سایت رو قرار میدم بعد از اینکه طراحی سایت رو قرار دادید یک ویرگول مانندی هست روی در واقع کیبوردتون وقتی زبانتون رو انگلیسی میکنید روی کلمه و قرار گرفت حالا من اسم این واژه رو متاسفانه الان یادم رفت با این کاراکتر رو ولی خب جاش رو اگه بخوام بهتون بگم بغل ام خارجی هستش سمت راست که علامت میشه گفتش که کوچی، کوچیکتر هستش که روی کیبورد قرار داره پس حتما برای اینکه کلمات رو از هم در جدا کنید بیاید و اینجوری کلمات رو جدا کنید من الان طراحی سایت رو نوشتم زبانم رو انگلیسی میکنم کلمه ای که روی و هست رو و فارسی هست رو روی کیبورد کلیک میکنم روش این علامت رو برای من تایپ میکنه بذارید یک مقدار بزرگترش کنم که شما ایزان ببینید این علامت هستش که اینجا این کارکتر است که برای من ایجاد میشه الان میتونم بیام دوباره کلمه بعدیم رو بنویسم مثلا خب وبسایتی که طراحی سایت هستش طراحی هم کلمه طراحی رو هم میخوام قرار بدم بعد از اینکه کلمه طراحی رو هم قرار دادم مجددا زبونم رو انگلیسی میکنم و حالا کلماتی که مرتبط هست با یک وبسایت تعریف سایت رو اینجا قرار میدم پس شما بیاد حد ده اکثر نهایتا دیگه 10-15 کلمه بیشتر قرار ندید و فکر کنم یک مقدار معینی هم شما میتونید محتوی درنش قرار بده بله خب همون 14-15 کلمه بین 10-15 تا کلمه به نظر مناسب هست و بیشتر قرار ندید و خیلی کمک میکنه به سو و دیگه باعث میشه که ویب تون یک شناستان به با داشته باشه و کلمات کلیدی رو مرتبط کنید به وبسایتتون پس با استفاده از متا تگ کیوردز میتونید بیاید شما کیوردز های در واقع میشه گفتید کلید واژه های مرتبط با شغل خودتون رو اینجا وارد کنید و بینشون هم میتونید با استفاده از فاصله ای. این حرف حالا من این حرف رو انقدر گفتم تو جلسه بعد بهتون میگم در گوگل در میارم اسمش متاسفانه یادم رفته ولی خب میگم دکمهش بغل ام هستش سمت راست ام روی کیبورد که شما میتونید اول انگلیسی زبانتون رو انگلیسی کنید و بعد با زدن در واقع اون دکمه شما این کاراکتر رو تایپ میکنید و بین کلماتتون فاصله قرار میدید این هم از متاتک ها متاتک دیگه ای باقی نمیمونه که بخوام بهتون معرفی کنم و میشه گفتش که به متاتک های اصلی رو گفتیم حالا اگر جلسه بعد باز هم متاتکی مونده باشه بهتون حتما خواهم گفت خب بریم سراغ یک در واقع مبحثی که از تگ مارکیو باقی مونده بود رو اون رو هم به شما اعضام بگیم و این جلسه رو به پایان برسونیم من تگ مارکیو رو ابتدا استفاده میکنم خب کلمه وب دیزن رو در نتگ مارکیو قرار میدم میبینید که الان این متن من داره از راست به چپ حرکت میکنه به صورت پیشورد یک صفتی هست که شما میتونید جهت در واقع حرکت تگ مارکیو رو عوض کنید وقتی شما بیاید به تگ مارکیو صفت دایرکشن رو بدید میتونید بیاید این رو جهت هاش رو عوض کنید مثلا من میتونم جهت نوشترش رو از لفت بذارم در واقع جهتش رو ببین الان اگه لفت بذارم خب این برعکس عمل میکنه اگر رایت بدم خب آپ و پایین و بالا هم داره اونا رو هم امتحان میکنیم بذارید رایت رو را امتحان کنیم خب ببینید الان من رایت رو را دادم و از این سمت شروع کرد به حرکت کردن شما میتونید آپ رو هم بهش بدید یعنی از بالا و میبینید که به این صورت هم حرکت میکنه ولی خب مسلما این حالت تا الان سردرد میگیره و هیچ کسی اینجور در واقع مارکیو استفاده نمیکنه ولی کلا حتی که مارکیو من واقعا نیدم که الان وبسایتی استفاده کن چون دیگه اش واقعا تموم شد دان رو هم اگه قرار بدی از پایین به بالا بالعکس عمل میکنه این هم از مواردی که حتی که مارکیو باقی مونده بود متتکار هم بهتون گفتیم متترک های بیشتری از همونجور که بهتون گفتم ولی خب مهماش همین هست در واقع میتونید برای آشنایی بیشتر با متاتک های دیگه اونها رو درونه وبسایت w 3 School سرچ کنید و با متدک های دیگه هم آشنا بشید خوشحالم که این جلسه رو هم مشاهده کردید تا جلسه بعد خدا نگهدار فقط قبلش قبل اینکه خدافزی کنیم کانال تلگرام و پیج رو هم دنبال کنید آیدیاشون رو این زیر براتون قرار دادم تا جلسه بعد خدا نگهدار